احتمالاً از خط قرمز خیلی عبور خواهیم کرد. قیمت دلار رو به بالاست. همین امروز تشریف برید بانک مرکزی، میگین امکان انتقال دلار ندارید. ما به ازاش میتونید در داخل ریال تحویل بدید. این لیست شرکتایی که ارز دولتی گرفتن و باید دلارشون رو به بانک مرکزی تحویل بدن. دو تا از کله گنده های بازار ارز و سکه تو دفتر آقای رحمان. مگر دنبال محل کار محمد نبودی؟ به جای پنجره میخوام برات یه دروازه باز کنم. این خبر رو الان از منبع تو سفارت انگلیس گرفتم. چی هست؟ در مورد شارلوته. اونجوری که شاب گفته این خانم داره پشت سر هم با یه سری از افراد قرار ملاقات میذاره. باشه رسول، دست درد نکن. مخلصی بخوا. سعید، تو یادت میاد چه تاریخ واسه عملیات شریف رفته بودی شرق کشور؟ آره، 12 ماه قبل. درست، واسه همون 2 دسامبر میشه. این عکس فردای همون روز از طریق یه آیدی از ایران به لندن ارسال شده. چجوری بهش رسیدی؟ با بازیابی و بررسی اطلاعات لپتاپ سادیا و رمزگشایی اپ روی لپتاپش به سری اطلاعات رسیدیم. این عکس ها از یه اپ برای سادیا ارسال شده که منبعش لندن بوده. لندن؟ یعنی میخوای بگی که MI6 با سادیا در ارتباط بوده؟ بعید میدونم. اسناد ما نشون میده که سادیا فقط با ابراهیم شریف در ارتباط بوده. از طریق نرم افزار رادیویی مشخصات عکس ها میشه فهمید مسیر ارسال عکس ها چی بوده. خب عالیه، اینطوری میتونیم بفهمیم که به غیر از شما تو اون زمان دیگه کی روی شریف سوار بوده. و چرا؟ ببین بذار یه بار دیگه با هم مرور کنیم. این عکس ها از یه سرور داخل انگلیس برای سادیا ارسال شده. سوال، کی این عکس رو ارسال کرده؟ سوال خوبیه. از اونجایی که ما میدونیم این عکس تو شرق کشور از آقا محمد رسول گرفته شده، فرضمون این بود که از ایران مستقیما ارسال شده. با بررسیه که انجام دادیم، رد اون اپ رو توی لندن زدیم، رسیدیم به یه آیدی توی ایران. روی اون آیدی سوار شدیم، رسیدیم به اپراتوری که از اینترنتش استفاده کرده. بعد مطمئن شدیم تو همون محدوده‌ای بوده که شما عملیات می‌کردید. بابا دمت گرم، تو چی میخوری انقدر کلت خوب کار میکنه؟ کله مایی. خیلی خوب، حالا یه سوال دیگه. یعنی شریف نمیدونسته که روش سواره؟ قطعا نه، چون اگه میدونسته که این عکس ها به جای اینکه به لندن ارسال بشه به ایمیل خود شریف ارسال میشده. دقیقا، یعنی سرویس یا حتی یه فرد دیگه واسه این آدم به پا گذاشته بوده. درست. سوال بعدی، چرا باید تصاویری که از لندن ارسال شده توی لپتاپ سادیا اون باشن؟ چون زمانی که شریف میخواسته به سادیا سفارش پیدا کردن خونه آقا محمد بده، فقط به همون یک اساسی داشته. بله، و سوال اصلی اینجاست، کی این عکس رو گرفته؟ اینجا نگاه کنین، این تصاویر یه روز بعد از عملیات شرق از طریق یه ایمیل از شرق کشور به لندن ارسال شده و از طریق یکی از همین عکس ها برای ابراهیم شریف تو افغانستان فرستاده شده. درسته؟ ابراهیم شریف هم این عکس رو از طریق یکی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی برای سادیا تو ایران فرستاده و سادیا هم این عکس رو تو لپتاپش ذخیره کرده. به همین سادگی. ولی سوال اصلی هنوز سر جاشه، کی این عکس رو گرفته؟ عکس از طریق این ایمیل به لندن ارسال شده. پس صاحب ایمیل رو پیدا کنی. به اونم میرسیم. طبق گزارش شهاب از سفارت انگلیس، رفت و آمده و سفرهای شارلوت غیر معموله. خب همین. راستش نه، طبق گزارش بچه های اقتصادی، شارلوت تو بازار ارز و سکه حضور داره و از طرف بچه های فرهنگی هم گزارش دادن که تو گالری های تحت نظر ما رفت و آمد میکنه. خب حتما دارن ماموریت رو انجام میدن. یه تیم ویژه بذار روی سوار بشن اشراف کامل. براش تیم ویژه گذاشتم آقا، فقط یه نکته‌ای هست. چی؟ طبق گزارش منبعمون، شارلوت همون افسر مای سیکسه که تحت پوشش دیپلمات وارد ایران شده به اسم لوتی. الان گفته؟ نه آقا، قبلا گزارش داده اما
بچه های ما یک کمی تو خوندن گزارش اهمال کردن. متاسفم. متاسفی؟ توجیه محمد جان، توجیه. معذرت میخوام. این چیزی رو عوض نمی کنه. خب حالا برنامه چیه؟ واسه جلسه توجیهی با بچه ها گذاشتم با تمام توان روش سواری. در ضمن یه سری هم سفر به استانهای کرمان و اصفهان و شیراز داشته که داریم بررسی میکنیم ببینیم علت سفرش چی بوده. خدا میدونه تو این مدت که ما ازش غافل بودیم چه کارا که نکرد. باشه برو به کارت برس. باشه. عزیز جان چی شد عزیز؟ چیزی نیست مادر، چیزی نیست. ببینم سوخته که. بیم بگیرین زیر آب سرد. بیم بگیرین زیر آب سرد. نه ترس، نه ترس، چیز مهم میشه. خب خدا رو شکر سطحیه. حواستون کجا بود عزیز؟ چی بگم آخه چی؟ بهتره؟ آره آره خوبه خوبه خوبه. ببینم میسوزه یا نه؟ نه خوب شد، خدا خیلی بهتر شد. از شما برین بشینید، شما برین بشینید. برین بشین دونجا. عزیز دستتون رو بزنیم بالاتر قلبتون، فشار نده. یکم خمیر دندون بیار بزنم روش. خمیر دندون نمیخواد. پاماد بیار. عزیز جان تو این مرحله هیچی نباید بزنیم بهش، یکم صبر کنید بهتر میشه. چرا مراقب نیستی؟ حواسم بهتونه ها، تو این هفته بار دومه. اصلا یه چیزی میخوان شما چند روز آشپزی نکنید. عزیز دستبخت من اونقدام بدم نیست دا. قبول؟ عزیز جان قبول؟ چی قبول ماما؟ انگاه اصلا اینجا نیستید. میگم میخوان شما یه چند روزی آشپزی نکنید، دست بخت منو بخورید. فکر کنم محمدم اومد. عزیز سلام. من برم شما آماده کنم. من لباس عوض میکنم میرسم خدمت. عطیه کش بالاست. تا پس فردا فرصت هست. این کار شوک وحشتناکی به بازار ارز میده. دوستان نگران نباشین، بازار کششیشو داره. اگه این اتفاق بیفته بانک مرکزی عملا باید مداخله ارزی بکنه. چاره ای نیست، قانونه. مداخله ارزی برای کنترل بازار ارزه. تا
تا اونجایی که یادمه تو این 40 سال گذشته هر وقت بانک مرکزی از سیستم مداخله ارزی استفاده کرده، نه تنها نتونسته بازار رو کنترل کنه، بلکه ارز بالا هم رفته. بذارید براتون توضیح بدم. قانون میگه وقتی قیمت ارز در بازار پایین میاد، ما برای حفظ تراز تجاریمون با جهان و کنترل قیمت‌ها باید ارز بازار رو بخریم و ذخیره کنیم. اینطوری قیمت بی دلیل پایین نمیاد و در مقابل هر وقت ارز بالا میره به هر دلیلی، مناسبات سیاسی اقتصادی، اون موقع است که باید ارز بازار تزریق کرد و جلوی ایجاد شکو گرفت. این مهمترین وظیفه بانک مرکزیه، نمیتونیم انجامش ندیم. دکتر ما نگفتیم انجامش ندین، به هر حال قانونه و باید اجرا بشه، فقط میخواییم با تأخیر شما 3 روز دیرتر وارد بشین. همین. عملی نیست، هیچ دلیلی برای تأخیر نداریم. این هفته که چهارشنبه تعطیله، پنجشنبه و جمعه هم که عملا تعطیل رسمیه، کافیه تا شنبه شما به نوسانات بازار هیچ واکنشی نشون ندین، فقط سکوت کنید. همین. یعنی میفرمایید شنبه به بازار عرض تزریق کنیم؟ خیر، نظر آقای رحمانی اینه که شما شنبه طی واکنش خبری اعلام کنید تمامی صادرکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردن موظف هستند تا آخر این ماه ارزی رو که دریافت کردن به همراه سودشو به صورت ارز به بانک مرکزی تحویل بدن. خانم نیکپور، تازه 8 ماهه، تو انتهای ماه 22 روز مونده. بله میدونم. ده و 40 دقیقه مینا نیکپور وارد سفارت انگلیس شد. سلام. سلام، خوش اومدین. خانم نیکپور هستم. خوشبختم، منم شارلوت هستم. فکر میکردم آقای جیسون رو میبینم، ایشون نیستن؟ چرا؟ اول ما صحبت میکنیم، بعد جیسون برای مورد ویزای آقای رحمانی با شما ملاقات میکنه. ببخشین، صحبت ما در چه موردیه؟ پیگیری قراری که با آقای رحمانی داشتیم. من در جریان نیستم. الو. سلام، روز شما هم بخیر. بله خودم هستم، گوشی خدمتتون. یه نفر اینجا هست میخواد باهاتون صحبت کنه. الو. بله سلام، بله چشم. خواستم از تلفن سفارت با آقای رحمانی تماس بگیرم. اینجوری دیگه نیاز به توضیح نبود، خودشون متوجه شدن موضوع چیه. فکر خوبی کردیم. خب گوش میکنم. اون 4 نفری که شما سفارش کرده بودیم به زودی پشت میزاشون هستند.
البته اگه زود برگردن ایران. نگران نباشید، اونا ایران هستن. به قول شما ایرانی ها، ما اول چاه رو کندیم. قهوه‌تون رو میل کنین. خیلی ممنون. و در این قسمت میرسیم به اهدای جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی بخش فیلم مستند. کاندیداهای بخش بهترین کارگردانی عبارتند از محمود سلطانی به خاطر کارگردانی مستند روزی به بلندای تاریخ، شهرام بیاتی‌نیا به خاطر کارگردانی فیلم بچه‌های محله پایینی، سعید کشورآبادی به خاطر فیلم آن مرد رفت و رویا عبدی به خاطر کارگردانی فیلم هنگام دریا. و اما هیئت داوران جشنواره به اتفاق آرا جایزه بهترین کارگردانی فیلم بلند مستند را اهدا می‌کند به سرکار خانم رویا عبدی به خاطر فیلم مستند هنگام دریا. خواهش میکنم تشویقشون کنید که تشریف بیارن روی صحنه. به نام خدا. ببخشید من یکم استراب گرفتم، منو اصلا انتظار نداشتم. اول باید بگم که خیلی خیلی خوشحالم که در جمع شما حضور دارم. اگر این جایزه به من تعلق نمی گرفت باز همینقدر خوشحال بودم، چون فیلمی که من ساختم فیلمی بود که قولش من به مادرم سالیان پیش دارم. مادر که سالهاست بین ما نیست، از بین ما رفته، ولی در قلب و زندگی من و پدرم حضور خیلی پررنگی داره. در آخر میخواستم این جایزه رو تقدیم کنم به پدرم که با تمام زحماتی که برای من توی این سالها کشید نذاشت حتی لحظه ای من جای خالی مادرم رو احساس کنم. پدر خیلی دوستت دارم، ازت خیلی ممنونم و دستتو میبوسم. به افتخار خانم عبدی و پدر بزرگوار. شیلو من قرض گرفتم از خواهر زادم، حالا من اینکه اجاره خونه دادم مجبورم بفروشم، باید دلار بهش پرداخت کنم. این کاری نداره، 1000 تومان بشه 20000 تومان بشه نگران نباش، 500 تا داده 500 تا بعد بگیرش. داش نگران نباش، اینه هوا بگیرم حقش در بیاد دلار میشه 3 تومان. نترس خیالت راحت بفروش. میگم به جون بچم باید کرای خونه من بدم. من میفهمم حال تو، الان 6 سال این راسته میرم میام آقا جان. اگه دلار رفت بالاتر از این اون قیمتی که من ازت خریدم همون مدت میفروشم. خوبه خیالم راحت. آقا خیالت راحت دیگه. دلار چند تا بود گفتی؟ 500 تا. 500 بدونه دلار آقا نره بالا نداره نگرانه. من دارم بهت میگم من 6 سال 7 سال اینجا. اینو بشما اینو بشما اینو بشما اینم دارم من همون بشما عدیفه نگرانم نباش. دلار مولار هر چی داشتی بیار بر خودم، خیالت هم راحت باشه. آقا این بالا این بالا نمیره برادر من، اینم بذار جیبت اینجا خطرناکه. برو خیالت راحت، دلار سرو هر چی داشتی بیار، فقط خرید خدا، فقط خرید دلار، فقط خرید. فقط خرید فقط خرید فقط خرید.
ای شارلوت، شارلوت کامان تلفنت داره زنگ میخوره. نمیدونم یه چند باری زنگ خورده. تو خواب نداری؟ تو معلوم هست کجایی دختر؟ سلام، داشتم ورزش میکردم. نه منظورم اینه که کجای دنیایی؟ ایرانی؟ چطور؟ ساختمون سفارت شما توی ایران خیلی معروفه. من خودم وقتی ایران بودم چند باری رفتم سفارت انگلیس. واقعا ایرانی؟ آره. ریلی؟ مگه الان آمریکا نصف شب نیست و چرا هنوز بیداری؟ چیکار کنم؟ مجبورم، باید یه گزارش تحلیلی برای کنگره بنویسم. قرار فردا تو جلسه بخونمش. تموم نمیشه لعنتی. خودت توی کنگره میخونیش؟ کی بهتر از من؟ موضوعش چیه؟ تحلیل واکنش‌های ایران در قبال عملیات روانی قد پس از برجام. نه بابا، خوشم اومد. بعد بده منم بخونمش. فکرشم نکن، محرمانه است. مایکل؟ حالا یه چیزایی رو برات میفرستم ولی همه‌شو نمیتونم. به قول ایرانیا با من بله. به قول یه رفیق من تو ایران، ولش بده. تو ولش بده، منم خودم ولش میدم. حالا بعداً یه جوری با هم کنار میشینیم هم دیگه. خب حالا واسه چی زنگ زدی؟ ببین شارلوت، من یه کمی اطلاعات میخوام در مورد بازار ارز ایران. میخوام توی گزارش تحلیلی ازش استفاده کنم. خب فکر کردم کی بهتر از تو میتونه به من کمک کنه. منظور چجور اطلاعاتی؟ در مورد نوسانات قیمت ارز تو بازار ایران. این که میخوام بدونم چطوری میشه، مردم چطور میشن، چطوری هن باهاش. اینو میخوام بدونم خورم. میخوای نظرات ما هم داشته باشی که با بررسی های سیاهی تطبیق بدیم؟ به قول یه رفیقم تو ایران، ببر صدا تو. خب چرا از رفیقت نمیپرسی؟ رفیقم کیه؟ آقا محمد. محمد؟ تو ایران هیچ کس به اندازه یه مامور اطلاعاتی از اوضاع اطلاع نداره، به خصوص اگه موضوع مذاکرات باشه. شاید باورت نشه، با اینکه محمد کارشناس پرونده خورم بوده تو ایران و بارها بارها از خود من بازجویی کرده، من یه جورایی تظاهر کردم که خب دوستش دارم ولی قلبا ازش متنفر بودم. ولی ببین واقعا محمد تو کارش بهترینه. حالا اطلاعات میدی یا نه؟ باشه، یه چیزایی دارم برات میفرستم. عالیه عالیه. ببین همون رفیقم تو ایران همیشه اینجور موقع ها میگه من گوشم مخمل شده، مخمل تو گوشم، مخمل گوش مخمل گوشه، گوش مخمل شده دارم. آره توی ایران یه خبری بشه تو ندونی. تو اینجوری فکر کن. برو برو، حالا خودت برو برو، ولی برای من اطلاعاتو بفرست. اوکی اوکی، خدا حافظ.
روز بخیر آقای اشرفی، حالتون چطوره؟ بد، خیلی بد. مشکلی پیش اومده؟ اتفاق نیفتاده و دقیقا حال من به همین دلیل بده، چون هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، چون من هر چی اطلاعات داشتم به شما دادم و هنوز برام کاری نکردی. آه، از این نظر باید بهتون بگم که فقط یک جمله میتونه حال من خوب کنه، فقط یک جمله. این که به من بگید اون همه اطلاعات که بهتون دادم چه تأثیری تو حکم نهایی من داره؟ اصلا چرا حکم صادر نمیشه؟ چرا دارید با من بازی میکنید؟ بشین. گزارش ما به قوه قضاییه. ما تایید کردیم اطلاعات شما در روند پیشرفت پرونده ما مؤثر بوده، در واقع همکاری شما رو مفید اعلام کردیم. به هر حال این قاضی پرونده است که باید تصمیم بگیره، ما هیچ دخالتی در امور مربوط به قوه قضاییه نداریم. نمیشه سر حرفتون مونده باشید. حالا به چند تا سوال من جواب میدین؟ قیمت موقت و طبیعی هم هست و دلیل هم داره. یک، بسیاری از وارد کنندگانی که از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کردن هنوز کالاشون وارد کشور نشده و از سوی دیگه حدود 70% از صادر کنندگانی که اجناس و کالا صادر کردن هنوز نسبت به بازگشت سرمایه‌شون به صورت ارزی به داخل کشور اقدامی نکردن. در همین ارتباط در 24 ساعت گذشته ما به تمام افراد و شرکت‌هایی که باید ارز داخل کشور کنند مطلبی باید. سلام. سلام عزیزم. خوبی؟ خوبم. خوبی؟ این همه اون اطلاعات، لیست همه اون شرکت‌هایی که خواسته بودی، همه شون هم تایید شده. آفرین. آقای دکتر ببخشید، پس بانک مرکزی چطور به قیمت ها نظارت میکنه؟ نظارت الزاماً به معنای مداخله نیست و عرض و تقاضاست که قیمت رو تعیین میکنه. به دلیل یه سری از معادلات حبابی در بازار ارز و سکه و طلا ایجاد شده که طبیعی هم هست و پیش بینی ما اینه که بازار به سرعت رو به ثبات میره. از همین تریبون به مردم اعلام میکنم که به جای ورود سرمایه هاشون به بازار سکه و ارز، سرمایه‌شون رو وارد بازار بورس کنن. دولت هم حمایت میکنه و من از همینجا این قول به مردم عزیزم میدم که چنانچه به جای ورود به فضای دلالی ارز و سکه سرمایه هاشون وارد بازار بورس بشه، از حمایت همه جانبه دولت برخوردار خواهند شد. جناب دکتر، من جوابم رو نگرفتم. پس با این حساب بانک مرکزی قصد تزریق ارز به بازار رو نداره، درسته؟ همین که ارز صادر کننده ها به بازار برگرده این حباب میتره که و ما فعلا تصمیم مبنی. الو سلام. از زیر ارز نداره. بله بله. بله دیدم. شما خیالتون راحت. همچنین تحت کنترله. بله. من میام حضورم براتون توضیح میدم. بله، خدا نگهدار. خداحافظ. من برم شرکت. سکه داره گرمون میشه. کاری نداری؟ شما هم همین امروز هرچی پس انداز داری برو یورو بخر. من دیروز هرچی پول داشتم رفتم خریدم. تو فکر خودت باش. خداحافظ. خدافز. فقط خرید. دلال را میدن داد میزنه سکه سکه سکه. فقط هم میخرید. به هیچ وجه نفروشینا. الان خودت چند داری؟ همش؟ 2500 تا؟ خب چمه؟ قیمت قبل من چند دادم؟ 300 تا بذار بالاش. آره 300 باشه.
ها خب گوشو بهش بدنم چی میگه. الو چی میگی؟ این غلط ها به تو نیومده. چشوشو بازار من میفهمم یا تو؟ جواب منو بده. همون که گفتم الان 300 تا گذاشتم روش. چند تا داری؟ چند تا جمع کردی؟ نه خودت چند تا داری؟ کمه. تا شب باید دست کم 2000 تا جمع کنی. خلاص آقا دیگه یه دونه سکه تا شب تو بازار پیدا نمیشه. فقط اگه بانک مرکزی سکه بریزه تو بازار همه چی به هم میخوره. الو بله جدی خوبه عالیه. 500 تا دیگه بذار روش. 10 تا سکه 500,000 تومن بالاتر بخری بازار میکشه بالا. نه ترس بابا من اینجام. نه ترس خودم الان دارم میام. آقا بازار افتاد رو ریل سرگردونی. قیمت هم دیگه دست خودمونه. فردا صبح بازار رو حواس. تبریز و اصفهان هم دیگه سکه گیر نمیاد. خب من دیگه دارم میرم بازار. یه سری بزنم به بچه ها منو ببینن جرعتشون زیاد میشه. تازه خودم من باشم قیمت ها رو میدم بالاتر. حرفی نیست ولی این بار دلیلی برای حضور من در بندر عباس نیست. بهتره با نیروی دریایی هماهنگی بشه. قطعا خود سردار بهترین شکلش رو انجام میده. خواهش کنم. ممنون. خدا نگهدار. آقا مبارکه. قشنگه؟ خیلی. من این پروازیشو دوست دارم. بله محمد میدونستی پس فردا نفکش انگلیسی رفت توقیف بشه؟ واقعا؟ پیشنهاد کی آقا؟ چطور؟ با توجه به بازار ارز و سکه این خبر میشه تیتر یک و مردم تمرکزشون از بازار میاد پایین. کار درستی نیست. هوا توه. الو به روابط عمومیمون اعلام کن تا پس فردا هیچ خبری در مورد نفکش انگلیسی منتشر نشه. به روابط عمومی ارتش هم اطلاع بده تا در جریان باشن. تأکید میکنم خبر در این رابطه فعلا ممنوع. حق با تو بود محمد. نباید مردم از بازار بی خبر باشن. راستی کیس رحمانی چطور پیش میره؟ خوب آقا پیشرفت های خوب داشتیم. در واقع خیلی خوب. به زودی گزارش خدمتتون میدم. هدو بله کدوم شبکی؟ باشی محمد بزن شبکی خبر. فراموش نکنید وزارت امور خارجه در مذاکرات اخیرش برای آزادسازی نفتکش جمهوری اسلامی که توسط نیروی دریایی انگلیس به صورت کاملا غیرقانونی در تنگه جبل الطارق توقیف شده بود مسئولیت سنگینی داشت. خب نهایتا این مذاکرات منجر به آزادسازی نفتکش ایرانی شد و انگلیس به اشتباه. چی دارم میگه اینا؟ یعنی میخواین بگید توقیف نفتکش استینا توسط جمهوری اسلامی ایران نقشی تو آزادسازی کشتی ایرانی نداشته؟ بی تاثیر نبوده. البته ما همچنان معتقد هستیم که بهترین راه حل مشکلات جهان دیپلماسی و مذاکره. هنوز دارن میگن مذاکرات جواب داده. حرفتون مغایرتی با عملکرد نهادهای اطلاعاتی نظامی جمهوری اسلامی ایران نداره؟ به هیچ وجه. در ساختار جمهوری اسلامی هر کسی کار خودش رو میکنه. شناسایی نفتکش متخلف انگلیسی توسط نیروهای اطلاعاتی ما و توقیفش توسط نیروهای نظامی ما انجام میشه و در این مورد از ابتدا بحث مذاکره بر عهده وزارت امور خارجه بوده. من در همینجا اعلام میکنم نفتکش انگلیسی تا چند روز آینده رفع توقیف بشه. باید سردار نمیارم. هر مسئولی توی نظام شرح وظایفی داره ولی باید دید در عمل آیا در چارچوب منافع کشور کار میکنه یا نه. برخی از این اتفاقات نتیجه مشاوره افرادی مثل همین موساپوره. سرویس با این روش ها باعث انحراف
و بدنامی برخی از مسئولین میشه. منو ببخشید آقا، ولی من فکر میکنم ما فرق کردیم. شایدم چی؟ شایدم زیادی داریم ملاحظه دیگرانو میکنیم. منو ملاحظه؟ منو سازش؟ منو مصلحت؟ اشتباه میکنیم. یادت باشه محمد، وظیفه ما اینه که از مردم و ارکان کشور سیانت کنیم. مردم هم اونقدر حافظه تاریخی دارن، اونقدر آگاهی پیدا کردن که فرق خادم و خائن رو بفهمن. اگه جوابشون رو بدیم یعنی وارد زمین بازی اونا شدیم، و وقتی هم وارد زمین بازی دیگران بشیم باید با قواعد اونا بازی کنیم، و این نه به صلاح کشور، نه به صلاح ما. بله بله، حق با شماست. این جماعت اگه یه روز اون رأی بالای مردمی رو داشتن، امروز در عوض چندین برابر دارن لعن و نفرین میشنون. مردم هوشیار شدن آقا، میفهمن علت این همه فشار اقتصادی و مشکل اجتماعی بیشتر از اینکه تحریم اروپا و آمریکا باشه زیر سر یه سری از همین داخلی‌هاست. آقای عبدی، برخورد ما این جریان مطالبه مردمه. میگید نه برید تو خیابون از همین مردم بپرسید. به خدا مردم کلافه شدن از این همه خیانت، از این بی‌ارزگی، از این همه فساد، از این همه چشم دوختن به خارج بعضی از این حضرات. آقا خسته شدن. من، تو و این مردم درد مشترک داریم. سلام، عصر دوشنبه‌تون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران التهاب بازار ارز به بازار بزرگ تهران کشیده. بنابر گزارش‌ها مغازه‌های این بازار و خیابان‌های اطراف در اعتراض به افزایش قیمت ارز تعطیل شدند. گزارش‌هایی هم درباره اعتصاب بازاریان در چند شهر دیگر از جمله کرج و جزیره قشم منتشر شده. به گفته شاهدان در مواردی نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان به خشونت و شلیک گاز اشک‌آور هم متوسل شدند. همزمان رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته ارز لازم برای واردات موجود است و جای هیچ نگرانی نیست. رعنا رحیم‌پور و جزئیات بیشتر. بحران ارز بالاخره به بازار بزرگ تهران رسید. بی بی سی تصاویر متعددی از اعتراضات دریافت کرده. در این تصاویر دیده می شود که بسیاری از مغازه ها تعطیلند و هزاران معترض شعار می دهند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. اعتراض مغازه‌داران به سیاست منطقه‌ای حکومت ایران در چند سال اخیر. سوژه از سفارت خارج شد. آره دیدمش، به موقع رسیدم. باشه، با من در تماس باش. خب تو برو به کارت، با اسم حواس هم نشست. آره خیال فرد. آفرین.
گفتگوی امروز سخنگوی وزارت عالی بود. آفرین. این ساز صداش فردا در میاد. امیدوارم باز نندازیم اون تو اچل. نگران نباشین دکتر. هیچ کی جواب وزارت خونه رو نمیده. حداقل تو رسانه‌ها. به این سادگی هم نیست. مهم اینه که ما بهترین استفاده رو از این موقعیت کردیم. ببین دکتر جان، اکثر سایت‌های معتبر داخلی و خارجی خبر آزادسازی نفتکش انگلیسی رو کار کردن. ببینید. ملاحظه بفرمایید. آخه کی دیگه کاری داره که تو این موقعیت قیمت ارز و دلار میره بالا؟ بله. وصلش کن. الو سلام عرض شد. حالا شما چطوره؟ شما خوب هستین؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر. شما چطورین؟ سلامت باشین. بله، بله. چشم. حتما. فقط اجازه بفرمایید من با دفتر هماهنگ کنم ببینم این برنامه‌های باشه، باشه. خبر میدم. خدا نگهدار. فردا نهار دعوت شدم. کجا؟ این خانم شارلوت عمران از سفارتخونه های دیگه در ایران خواسته که برای انگلیس کار اطلاعاتی بکنه. برای نمونه اگه ایران همچنان بخواد قدرت اول منطقه باشه، بی تردید با اروپا به مشکل میخوره. شما به جای اینکه مردم ایران رو جذب کنین و با احترام کلا سرشون بذارین، از بالا بهشون نگاه میکنین. میتونیم اول معاون بانک مرکزی رو دعوت کنیم نسبت به مسئولیتش برای کنترل بازار طلا عمل کنه و اگه به هشدارمون گوش نکرد دستگیری رو شروع کنیم.